آزمون ورودی دختران به انستیتوت علوم سیحی هرات با اشتراک بیش از 200 دختر باشنده ولسوالی های هرات برگزار شد. مسئولان اداره سطح عامه هرات میگویند قرار است از مجموعه شرکت کننده های این آزمون 48 تن در رشته های قابلگی و نرسینگی برگزیده شوند. در همین حال شرکت کنندگان این رقابت بلند بودن مرگ و میر مادران در ولسوالی ها را انگیزه پیوستن به این امتحان میگویند. همکارم رسول عظیمی با جزئیات بیشتر. بلند بودن گراف مرگ و میر مادران در ولسوالی های دور افتاده هرات که به امکانات صحی دسترسی ندارند، مسئولان صحی را بر آن داشته است تا دختران جوانی را که تازه از مکاتب ولسوالی ها فارغ شده اند جذب انستیتوت علوم صحی این ولایت نمایند. و همین منظور آزمون با اشتراک 235 تن در هرات برگزار شد و قرار است از مجموع شرکت کننده های این امتحان 24 تن در رشته قابلگی و 24 نفر در رشته نرسینگی جذب انستیتوت علوم صحی هرات شوند. تقریبا در حدود 235 نفر شاگرد است که در دو برنامه اشتراک کردند. از مجموع اینها 48 نفر، یعنی 24 نفر در بخش نرسنگ جامعه و 24 نفر در بخش قابلیگی جامعه، یعنی در طی دو صنف انتخاب خواهد شدند بر اساس نمراتی که خواهد گرفتند، بالاترین نمره ها و حسب پذیرش بعد از فراغت در سطح ولسوالی. در همین حال دختران شرکت کننده این آزمون مشاهده مرگ و میر مادران و نوزادان در ولسوالی ها به علت عدم دسترسی به مراکز صحی و نبود قابله های آموزش یافته را انگیزه پیوستن به این امتحان رقابتی میگویند. به گفته این دختران بیشتر نرس ها و قابله هایی که در سالهای اخیر از مراکز آموزشی فارغ شده اند حاضر نیستند تا به ولسوالی ها کار کنند و آنها می خواهند با حضورشان در مراکز صحی ولسواری ها این خلا را پر کنند. چند وقت پیش که من خودم از شفاخانه گذرت برفتم، بعد از یک پشت زرگون تقریبا یک خانم آورده بودم که به خاطر که تقریبا وسایل ندیش یا دسترسی به ساعت ندیش تا اینجا مده بود، هم خود از من رفته بودم طفلی. حتی دردایی که مثلا آقا نمیتونه کنه اونا بزنه کمک کنه، ما میتونه کمک کنه اونا رو معالجه کنه. دعوت میسپارم که به من ولسوالی کروخ به شفاخانه مرکزی صحی به بهترین وجه خدمت کنم. با این همه شورای ولایتی هرات بیشترین مرگ و میر مادران را در ولسوالی های شیندند، رباط سنگی، فرسی و برخی دیگر از ولسوالی های دور افتاده هرات می داند. این نهاد مردمی انتظار دارد که با فراغت این دختران آموزش دیده از میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در ولسوالی های هرات کاسته شود. در قسمت ولسوالی فرسی، در ولسوالی اگرچه خب جمعیت ولسوالی فرسی کمتر هست، در ولسوالی شندن و کشک کنه به خاطر از اینکه اونا دسترسی کمتر دارن به خدمات صحی، مرگ و میر مادر در این مناطق بیشتر هست. ولی خب مرگ و میر در داخل شهر هم وجود داره به خاطر غفلت هایی که صورت میگیره، تاخیر هایی که در مراجعه صورت میگیره یا که سهلنگاری هایی که میشه. این در حالی است که به دلیل موجودیت ناامنی در شماری از ولسوالی های هرات، نرس ها و قابله ها حاضر نیستند تا به انجام وظیفه بپردازند.